سلام، به صفحه دوی آخر هفته خوش آمدید. وضعیت شیوع کرونا در اغلب نقاط جهان به شکل نگران کننده ای اوج گرفته. در همین بریتانیا ساعت قبل، لندن هم به مجموعه ای از شهرها و مناطق پیوست که وضعیت بحرانی دارند. در ایران وضعیت روز هاست که ادامه داشته، رفت و آمد به 5 شهر از جمله پایتخت برای 3 روز ممنوع شده، چرا که به نظر می رسد شهرهای بزرگ به شکل یک مرکز برای صدور بیماری به نقاط دیگر عمل می کنند. مریم یک مستندساز که در حال تهیه مستندی است و به بیمارستان ها رفت و آمد دارد به ما از مشاهدتش گفت. من برای ساخت یک مستند در مورد پرستارانی که الان در بخش کرونا کار میکنم میرم بیمارستان و واقعا شرایطی که دیدم شرایط وحشتناکیه. یعنی اصلا گریه‌تو میگیری که اینقدر الان فاجعه هستش و تختای بیمارستانی همه پر هست. شما فکرشو بکنید که پرستارها هم باید برن در اون شرایط بسیار سخت هر روز کار کنن، هم امکانات کمی دارن، هم دارو نیستش، هم تخت بیمارستانی نیست و هم شب که میان خونه دغدغه‌های مالی دارن. یعنی اصلا یک شرایط غیر عادی هستش و همونطوری که میدونید 80 تا 90% پرستار ایران خانوم ها هستن، زنان هستن و بسیار چیزی که من میبینم زنان قوی هستن و هر روز تو اون شرایط سخت میرن سر کار، ولی خب به نظر من اصلا انسانی نیست، چون اتفاقی که افتاده این تحریمایی که الان وجود داره داره روی مردم عادی تاثیر میذاره، داره روی پرستارا، روی دکترا، توی بیمارستانا داره تاثیر میذاره. ببینید لیست داروهایی که به هر حال کم هستش خیلی زیاده و یکی از چیزای نگرانی هایی که الان وجود داره همین بیماری آنفولانزا هستش که واکسنش اصلا موجود نیست و پرستارا فکر میکنن که در حال حاضر باید این واکسن زده بشه به خیلی از خود کارکنان بیمارستان ها، به پرستارها، به بچه ها. و من چیزی که شنیدم واکسن آنفولانزا یکی از مهمترین مسائلی هستش که الان خیلی دغدغه دارن در موردش. یکی از صحنه‌هایی که من دیدم واقعا فاجعه بود. یعنی تمام یک خانواده، شما فکرشو بکنید، کرونا گرفته بودن و اومده بودن بیمارستان و اصلا نمیتونم براتون بگم که این مثل صحنه جنگ میمونه واقعا. یعنی تمام بخش‌های اورژانس الان پر هستش. تازه این در مورد بیمارستان‌های خصوصیه، یعنی بیمارستان‌های دولتی اصلا من دیگه نمیدونم چه خبره، ولی واقعا پرستارا و دکترا و کارکنان بیمارستان به بهترین نحو ممکن کارشون رو انجام میدن، با این که امکانات کم دارن، با این که مثلا شرایط خیلی سخت هستش. چیزی که من واقعا میبینم خیلی از مردم رعایت میکنن. یعنی شما تو خیابون که راه میرین خیلی ها رو میبینین که ماسک میزنن، ولی اتفاقی که داره میفته اینه که مثلا شما ممکنه کرونا داشته باشین ولی میرید خونه، خب مثلا من میام خونه پیش همسرم و بچه‌م که اصلا ماسک نمیزنم و همینه که شاید داره خیلی پخش میشه این بیماری، ولی مردم دارن رعایت میکنن. چیزی که من تو خیابون میبینم ماسک خیلی زده میشه. مریم بود، مستندسازی که در حال ساختن مستندی است و به بیمارستان ها در ایران رفت و آمد داره و از مشاهداتش به ما گفت. در ماه‌های گذشته بسیاری از کشورها در حال تجربه اقداماتی بودند که گاهی همدیگر رو خنسا می‌کردند و دولت‌ها با سعی و خطا سعی دارند بین بهداشت و اقتصاد یک راه میانه پیدا کنند که بشه جوامع رو اداره کرد. اینجا در بریتانیا دولت دائم روی یک جمله تاکید می‌کنه و میگه ما می‌خوایم کاری کنیم که حیات و معیشت مردم همزمان پیش بره. حالا تقریبا 9 ماه بعد از همه‌گیری جهانی ویروس کرونا در این برنامه مقایسه می‌کنیم که چه راهکارهایی جواب داده، کدام یک از این راهکارها کار را خرابتر کرده، آیا وضعیت ایران به طور ویژه بدتر از سایر جاهاست و تحریم‌ها چقدر تأثیر داشتن. دو میهمان داریم، معاون رضوی استاد اقتصاد بهداشت در دانشگاه براین ناس از بوستون با ما هستند و الان تصویر سحر مطلبی رو دیدید، کارشناس بهداشت جمعیت. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. هر دوی شما از آغاز در روزهای اول تا حالا با ما بودید، تحلیل‌های مختلفی رو ارائه کردید. آقای رضوی، اگه الان بخوایم بگیم که شرایط ما
نسبت به 9 ماه پیش چقدر روشنتر هست، چقدر تصاویر روشنتری داریم، تصمیم‌های روشنتری میتونیم در کل جهان بگیریم، چطور میتونید ارزیابی کنید این رو برای ما؟ ممنون از برنامه خوبتون، با سلام به بیننده ها. اگه در سطح بین المللی بخواید نگاه کنید، متاسفانه ایران و کشوری که من توش زندگی میکنم امریکا به دلایل مختلف کارنامه خیلی خوبی نداشتن. هستن کشورهایی که کارنامه های خیلی بهتر داشتن و دلیلش هم مشخصه. الان وقتی که به گذشته نگاه میکنیم، 3 تا مداخله خیلی خیلی مهم برای کنترل کرونا و یا هر بیماری عفونی دیگه باید انجام میشد. مداخله اول که از همه مهمتر و اتفاقا از همه کم هزینه تر و اثر بخشی بسیار بالایی داره، مسئله پیشگیریه. و پیشگیری برمیگرده به این که بعد از 1-2 ماه اول سردرگمی که نه تنها ایران، تقریبا همه دنیا داشتن، وقت داشتن که نگاه کنن ببینن که از کارها و سیاستهای بومی و سیاستهای بین‌المللی چه کارهایی برای پیشگیری جواب داده و اونها رو تقویت کنن و چه کارهایی خطرآمیز بوده و از اونها پرهیز بکنن. مسئله دوم، در واقع مداخله بسیار مهم دوم که مکمل مداخله اول هست، مسئله تشخیص یا دیاگنوستیکه. یعنی کشورهایی که به توصیه سازمانهای بین‌المللی مثل بهداشت جهانی سرمایه گذاری های خودشون رو گذاشتن روی گسترش شبکه تشخیص، یعنی مراکز تست در دسترس و به قیمت پایین یا مجانی در اختیار مردم و مراکز با ترافیک بالا، به جای اینکه مثل بعضی از کشورها شامل کشور امریکا رفتن سر مداخله سوم که اتفاقا اثر بخشش از همه پایین تر بود که حالا توضیح میدم و هزینش از همه بالاتر بود، که خریدن ونتیلاتور بود و تجهیز ICU ها بود، بدون اینکه توجه داشته باشن که مداخلات سطح 1 و 2، یعنی پیشگیری با حفظ فاصله اجتماعی و تنظیم ترافیک و جلوگیری از تجمعات بیدلیل و غیر ضروری مردم و از اون طرف گسترش شبکه تست، بسیار مؤثرتر و بسیار ارزانتر و کم خطرتر از سطح 3. بله. سطح 3 در واقع زمانیه که 2 مداخله اول شکسته و کار نکرده و متاسفانه برای این بیماری عفونی سطح 3 که درمان و مراجعه به مراکز درمانی و داروخونه ها باشه، درمانی هم وجود نداره. متوجه. برای اجازه بدید من خانم دکتر مطلبی رو هم وارد کنم. شما، من یادم هست که مصاحبه میکردیم با شما خانم مطلبی و شما به ما گفتید که ماسک خیلی مهم هست، باید ماسک زده بشه. خیلی روزهای اول بود، هنوز خیلی دیگه میگفتن که نه، هنوز نمیدونیم که ماسک تاثیر داره یا نه. الان مدت ها گذشته، تقریبا خیلی ها به این نتیجه رسیدن که ماسک مهم هست و باید استفاده میشد. شما الان چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید که الان دیگه تصویر روشنی هست، کشورها همه میدونن باید چه بکنن، یا هنوز هم بعضی ها نمیدونن و تکلیفشون روشن نیست؟ با سلام خدمت شما، خیلی ممنون که دعوت کردین منو. بالا در همونطور که شما فرمودین، من دقیقا 9 اپریل بود که یه سری بررسی های مقدماتی ما کردیم و بعد اونجا خیلی واضح مشخص بودش که کشوری که ماسک رو میزدن، حالا یا به صورت سنتی و فرهنگی مثل کشوری آسیا جنوب شرقی، کره شمال، کره جنوبی، چین یا تایوان، سنگاپور میزدن، خیلی موفق تر بودن توی کاهش مرگ و میر. بعدش هم که ما یه پروژه بزرگی رو شروع کردیم با گروهی از دوستان دانشمند ایرانی که تو کشورهای مختلف بودن، از جمله بیشتر تو آمریکا، روی 50 تا کشور مطالعه کردیم و 50 تا کشور هم در واقع کشورهای همگین رو تحت تاثیر انتخاب کردیم بکنیم که بتونیم مقایسه در واقع بینشون درست انجام بدیم. و از این 50 تا 27 تاشون کشوری شدن که ماسک اجباری کردن از همون فاصله از قبل از همون وسط اپریل تا آخر اپریل که تقریبا اینا همشون اجباری کرده بودن ماسکو، و در مقابل 17 تا کشور دیگه که هنوز ماسکو اجباری نکردن و تفاوت مرگ و میر قابل ملاحظه بود، یعنی میزان یعنی اثرگذاری ماسک چشمگیر بود. ولی که نکته مهمی که وجود داره اینه که حد اکثر تاثیر کاهش مرگ و میر ماسک وقتیه که 2 تا مداخله دیگه هم باهاش انجام بشه، یعنی اون
کاهش ترددهای غیر ضروری بین مناطق آلوده به جایی که کمتر آلوده است، و دیگه تجمع جلوگیری از تجمع های تو بعضی کشورها بالای 5 نفر و بعضی کشورها بالای 50 نفر، و این دو تا اقدام تاثیر ماسکو هم افزایی کرده بودن، یعنی حداکثر تاثیر رو تونسته بودن ایجاد بکنن تو اون بازه 3 ماهه که ما بررسی می کردیم. در نتیجه من هم با فرمودهای آقای دکتر موافقم، اون بخشی که میتونست پیشگیری انجام بشه یعنی در سطح اول و دوم خیلی موثرتره تا سطح سوم، و ما همون موقع این ایده رو داشتیم که باید در واقع شیفت استراتژی انجام بشه، یعنی به جای تمرکز سرمایه گذاری روی خدمات درجه 3 یعنی بیمارستان آی سی یو، بعد بره به سمت افزایش تختای بیمارستانی که مریضا رو، مریضایی که بدحال میشن، یعنی 5% مریضایی که معمولا بدحال میشن رو بتونن حداکثر تو روز 8 بستری بکنن، و اون درمانی که اتفاقا گران هم نیستش شروع بکنن که مریض بدحال تر نشه. دقیقا راجع به همین درمان ها صحبت بکنیم. دائم میشنویم که دارویی وجود نداره. الان با یک نفر در تهران صحبت کردیم، گفتن که کمبود دارو هست، کمبود امکانات هست. واقعا برای کرونا چه امکاناتی لازم هست که داشته باشند بیمارستان ها، و فکر میکنید در ایران کجاها مشکل عمده هست و کمبود؟ ببینید همونطور که آقای دکتر فرمودن، بخش تشخیص خیلی مهمه، برای اینکه تشخیص مقدار زیادی سردرگمی کاهش میده و تیم درمانی میتونن با قاطعیت درمان ها رو انجام بدن، یعنی اگه ضرورت پیدا تست. بله دقیقاً. یعنی میزان تست، و چیزی که سازمان بهداشت جهانی گفته بود اینکه یعنی یه شاخصی تعیین کرده که اگه تعداد تست ها کمتر از 10 برابر تعداد موارد مثبت باشه، یعنی که به میزان کافی تست انجام نمیشه، و این مشکل خب الان وجود داره. یعنی ما میزان کافی تست تو ایران انجام نمیتونیم بدیم، حالا به دلیل دسترسی، به دلیل میزان کافی تست هست، و دیگه اینکه مثلا خب همونطور که آقای دکتر فرمودن، بعضی کشورها بودن سرمایه‌گذاری سنگین‌تر کردن، مثل کره جنوبی که اومد اصلا یه سری چیزایی مثل تلفن درست کرد که در واقع یه کسی که داشت تست میگرفت از پشت میتونست نمونه برداری بکنه بدون اینکه خودش در معرض آسیب قرار بگیره، و این میزان دقت تست هم بالا بود، یعنی اون 10% منفی کاذب هم آورد پایین، و این خیلی کمک کرد. اگه ما میتونستیم تست ها رو افزایش بدیم، و این حالا عرض میکنم به قسمت بعدی، اینه که اگه میزان تست ها افزایش پیدا بکنه، گزارش اینه که کدوم منطقه آلوده تره بهتر داده میشه، و اون وقت به جای اینی که کامل یه شهری لاکدان بشه، یعنی قرنطینه بره بسته بشه، میتونه فقط همون محل هایی که آلودگی وجود داره برای فاصله حداقل 2 هفته تا 4 هفته اون مراکزی که تجمع بسته بشه و بقیه اقدامات انجام بشه، و این خیلی اهمیت داره، یعنی یه اقدام خیلی مهمه. این نکته آخری که اشاره کردید به نظر میاد که یک نکته کلیدی هست آقای دکتر رضوی. یک بحثی که دائم میشنویم از اغلب کشورها هم میشنویم، برای دولت مردان، برای سیاست مدارا، مسئله معیشت مردم که الان به نظر میاد مهمترین نکته است، تحت تاثیر کرونا قرار گرفته بعد از مسئله سلامت و مرگ و میری که ایجاد کرده، خیلی جدی هست. اینجا مثلا در بریتانیا به شدت مقاومت میشه برای یک قرنطینه عمومی دیگه، دارن سعی میکنن که نقطه نقطه تعیین بکنن، بعضی جاها رو قرنطینه بکنن. چقدر شدنی هست این کار، و چقدر شما تخصصتون این هست، چقدر واقعا باید چه بکنن دولت ها واقعا؟ من به تجربه مشخص امریکا که نگاه میکنم، میتونم بفهمم سهل‌انگاری ها و حماقت های دولت رو به بهانه این که بالاخره یک اقتصاد 15 تریلیون دلاری رو سرپا نگه داشته، و این اقتصاد دنیا رو سرپا نگه داشته. بنابراین امریکایی ها در واقع خط مقدم کشت و کشتار هستن، اما از یک رکود کشنده بین المللی جلوگیری کردن. مشخصا در مورد ایران که من میخوام میگید جلوگیری کردن، ولی به نظر میاد که آمار و ارقام اینو نمیگه. به هر حال شرایط اقتصادی جهان بسیار سخت هست، بسیاری از کشورها دچار مشکلات عمدن. میتونست به شدت آشفته تر باشه. برگردیم به ماه مارس و آوریل و نگاه کنیم ببینیم که بازارهای مالی دنیا چه سقوط خطرناکی میداشتن. یعنی اگر آمریکا به واسطه اعتبار دلار تا الان نزدیک 3-4 تریلیون دلار پول بدون پشتوانه رو در اختیار کسایی که شغل از دست داده بودن و اسمال بیزنس ها نگذاشته بود، باور کنید وضع اقتصاد دنیا خیلی آشفته تر از امروز می بود. گرچه
هنوز ماها انتقاد داریم. یعنی آمریکا میتونست هوشمندتر عمل کنه، ضمن اینکه بزرگترین اقتصاد دنیا رو سر پا نگه می‌داشت، نمی‌رفت روی تلفات 1.25 میلیون نفر، 200,000، 250,000 نفر. یعنی من الان خونه رو که ترک بکنم، شرایط پیرامون من خطرناکه و من در خطر هستم، دانشجوی من در خطر هستم، همکارای من در خطر هستم. اما یه عده میپذیرن، میگن که خیلی خوب، تو یک اقتصاد کپیتالیستی شاید این هزینه زنده نگه داشتن این کشور باشه. منتها برگردیم سر ایران. مسئله ایران این بود که از اوائل صحبت امسال من این بود که بگذارید این چالش قرن رو به یک فرصت تبدیل بکنیم، به این صورت که ایران زیرساخت‌های مخابراتی و در واقع الکترونیکی و تکنولوژی که بسیار ضعیفی داره، گرچه ادعا میکنن که ما بهترین در دنیا هستیم، ولی واقعیتش مشخص الان شما میبینید شبکه شاد چه گرفتاری هایی داره. ایران اگر با درایت، بدون اینکه فریب اینو بخوره که واکسنی رو روزها درست کردن و هفته دیگه به ماها خواهند داد، در صورتی که همه مردم میدونن بچه ها تو ایران کنکور آزمایشی میدن قبل از کنکور اصلی، ایران کنکور آزمایشیش واکسن آنفلانزا بوده، خانم دکتر الان گفتن که واکسن آنفلانزا رو نتونسته ایران، ببینید ایران توی کنکور آزمایشیش رفوزه شده، چه انتظاری تو کنکور اصلی رتبه یک رو بیاره؟ ایران فرصت این رو داشت که برگرده این چالش رو به یک فرصت تبدیل کنه، با سرمایه گذاری روی زیرساخت هایی که دورکاری و آموزش از راه دور رو میسر میکرد، اقتصاد رو سرپا نگه داره، به شرکت هایی که تو این زمینه هستن. براش شدنی بوده آقای دکتر، چون مثلا در مورد بحث آموزش دبستانی، آموزش مدارس سعی کردن مثلا این اپلیکیشن شاد رو آوردن، ولی به نظر میاد که زیر ساخت ها واقعا باید خیلی قوی تر از این می بود. مثلا الان حتی بسیار از دانش آموزا لپتاپ یا مثلا آیپد یا تلفنی ندارن که بتونن باهاش کار بکنن. ببینید الان که خب چرا زودتر این رو نفهمیدن که شروع کنن سرمایه گذاری کنن؟ یعنی به نظر من ایران اگر به جای بعد و وعید به پزشکا و به آی سی او ها که براشون ونتیلیتور میخره و به تخت بیمارستانشون زیاد میکرد، میگفتش که نه، من برای شما مریض نمیفرستم و این راهیه که میخوام مریض نفرستم، من میخوام دورکاری رو چندین برابر بکنم. بعدم گفتم ببینید این تنها سرمایه گذاری بود که ایران به اجبار اگر انجام میداد به درد آیندگانش میخورد. یعنی و داره اون پول رو الان در شرایط تحریم که این کارو بکنه. بذارید من به شما بگم، هزینه ای رو که ایران تا الان به خاطر در واقع وضعیت اقتصادی بعد به هزینه های بهداشتی درمانی غیر ضروری پرداخته، بیشتر از چیزی که اگر روز اول شروع میکرد این سرمایه گذاری ها رو کردن، یعنی میشه با حساب کتاب اقتصاد انجام داد. ببینید ایران دو سه تا از آلوده ترین شهرهای دنیا رو داره و سال بعد از کرونا و سالهای بعد از کرونا این سرمایه گذاری امروز میتونست اجازه بده هر زمان شهر تهران هواش به حد سمی و مسموم رسید شهر رو ببنده. اینا یه چیزاییه که اگر با درایت و با دوراندیشی انجام میشد، ما الان توی این شرایط خطرناک و فلاکت آمیز نبودیم که بشینیم کاسه چه کنن دستمون بگیریم. به جاش ایران اومد شروع کرد به وعد وعیدهای توخالی که خارج از هر گونه پشتوانه علمی بود برای ساخت واکسن در داخل، با توجه به دانش نداشته داخلی و یا گرفتن از روسیه و چین اتکا کرد. و دارم میگم و از نظر من ایران کنکور آزمایشیش تأمین 80 میلیون دوز واکسن آنفلانزا در فصل پاییز بوده. شما بپرسید هنوز 8 میلیون دوز رو ندارن، چطوری فکر می‌کنن که واکسن کرونا رو به 80 میلیون دوز میتونن یکی دو هفته به مردم بدن؟ انتظار برای واکسنی که وجود نداره در خود امریکاش هم مسمومه، برای ایران که صد البته مسموم. ایران هنوز خب این قضیه واکسن به نظر میرسه که خیلی بحثی سیاسی شده. دقت کردید که مثلا الان تمام رهبران جهان به نوعی ادعا میکنن که این واکسن یا بهش نزدیک هستن. شما تو همین بحث انتخابات آمریکا میبینید که آقای ترامپ روی این چقدر مانور میکنه. خانم مطلبی، چقدر واقعا میشه گفت که جهان کلا، اصلا نمیگیم کدوم کشور، نزدیک هست به این واکسن؟ چقدر میشه اطمینان کرد؟ ما هر چند روز یه بار یک خبرهایی میشنویم که به نظر میرسه که همه اون خبرهای خوش قبلی رو باید فراموش کنیم.
ببینید، مسئله اینه که اون در واقع پروسه اینکه یه واکسن به تایید برسه که قابل، یعنی قابل ارائه به جمعیت های کلون باشه، حداقل باید 3 تا فاز بالینی، آزمایش بالینی رو بگذرونه و اینا تو حالت عادی هر داروی هر واکسنی حداقل بین 6 سال وقت میبره، اما تو زمانی که یه شرایطی مثل این یا مثل ابولا بوده، این میتونه با صلاح دید مراجع به سازمان بین المللی یه ذره تسریع بشه و با داوطلب شدن خود پرسنل درمان عمدتا و پرسنلی مثل پرسنل سازمان ملل که در زمینه ابولا هم اتفاق افتاد، یه مقداری تعداد کسانی که باید میان و شرکت میکنن تسریع میشه و این جلوتر میره. مشکلی که وجود داره در مورد واکسن کرونا اینه که ویروس جهش پیدا کرده، یعنی الان اون نمونه اولیه که اول سال در واقع روش شروع کردن کار کردن خیلی از کشورها، اینا اون نمونه الان دیگه اون نمونه ای نخواهد بودش که مثلا الان وجود، یعنی حداقل توی هر قاره الان یه ورژنی داریم که یه تغییراتی داره، در نتیجه اون واکسنی که میاد بیرون 70% احتمالاً کارایی خواهد داشت باشه که این هم خیلی بد نیست، ولی هنوز پر نشده اون زمانی که باید باشه، ولی یه ترکیبی از اقدامات دیگه میتونه کمک بکنه، از جمله تاکید الان واقعا واکسن آنفولانزا است، به خاطر اینکه سیستم ایمنی رو ظاهرا طوری تحریک میکنه که میتونه کمک بکنه. و این تو یکی از بررسی‌ها که همکارای ما در واقع تو همین ایران هم انجام دادن در یکی از بیمارستانا، دیدن که به طرز قابل ملاحظه ابتلا و شدت بیماری و مرگ و میر پرسنلی که آنفولانزا زدن با اونایی که نزدن تفاوت داشت. یه مورد دیگه هم واکسن BCG، یعنی واکسن BCG علارغم اینکه برای سله، ولی به نظر میسه اون هم سیستم ایمنی رو به نحوی داره تقویت میکنه که برای خیلی از ویروس هم کمک کننده است. آیا ایران میتونه آنفولانزا رو، واکسن آنفولانزا رو خودش تولید بکنه یا نه؟ باید انستو پاستور یه ذره توی این زمینه در واقع باید کار بکنه، ولی الان دارن سعی میکنن با سازمان بهداشت جهانی که یه مقدار زیادی دارو وارد بکنن، یعنی یه این امیدواری وجود داره و از اونجایی که در واقع یکی از آلوده ترین کشورها هست سازمان ایران توی منطقه، یه بودجه خوبی داره، در یه تدارکاتی داره، حتی پرسنل دارن استخدام میکنن که بتونن این کمک بکنن که این تسریع پیدا بکنه، یعنی اگر بشه میزان کافی واکسن وارد بشه میتونه کمک بکنه که اونم بعد اولویت بندی بشه. طبعا اولویت اول و پرسنل درمانه، بعد سالمنداس، بعد جانبازانه و کسانی که بیماری های مزمن دارن، بعد کودکانه، یعنی بعد مثلا جوان ها میتونن آخر باشن، ولی ترکیبی از یک سری اقدامات جمعیتی و یک سری اقدامات درمانی که اگر خواستید میتونم سریع خدمتتون بگم که خیلی هم لیستش بلند نیست، اون 8 تاست، اینا میتونه همین از همین الان هم کمک کننده باشه. یعنی اگه خیلی سریع اون لیستو بگید ممنون میشم. لیست جمعیتی اینه که خب ماسک اجباریه، یعنی این دیگه واقعا باید انجام بشه دیگه، کاهش تجمعی بالای 50 نفر باید واقعا تعطیل بشه، منع تعداد از مناطق آلوده و مناطق کمتر آلوده این باید جدی گرفته بشه و مردم هم باید همکاری کنن، نه مثل امروز که الان که من جابجا میشدم داخل شهر خلوت بود، یعنی همه خالی شده بود تهران پنجشنبه شب. و دیگه فاصله گذاری اجتماعی مثلا تو متروها، توی اتوبوس‌ها و اینا حداقل بشه 2 مترو رعایت کرد که یه مقداری، چون مردم نمیتونن از وسیله عمومی استفاده نکنن متاسفانه با شرایط اقتصادی، حداقل فاصله گذاری به ماسک میتونه کمک کنه که و تهویه وسایل نقلیه میتونه کمک کنه که میزان آلودگی بیاد پایین، چون چیزی که اهمیت داره اینه که ما نمیتونیم جلوی شیوع بگیریم، ما مرگ و میر رو باید کاهش بدیم و کاهش مرگ و میرم با اون حجم اولیه ویروسیه که تو اولین مواجهه شخص دریافت میکنه و اینو هم فاصله گذاری هم ماسک میتونه کمک بکنه، با توجه به اینکه واکسن هم امیدی چندان بهش نیست، در نتیجه اون مواجهه چیز بدی نیست، به شرط اینکه شدت بیماری پایین باشه و قابل کنترل باشه و نیاز به بستری نباشه یا نیاز به ICU نباشه. و موردهای درمانی هم خب الان ظرفیت بیمارستان صحرایی رو ما داریم تو شهرهای آلوده از جمله تهران که خوشبختانه مثل که آماده است که شروع بشه، من اینو امروز شنیدم، ولی واقعا باید سرمایه‌گذاری بشه روی تستا و ظاهرا این کار هم دارن با همکاری سازمان بین المللی انجام میدن، واکسن آنفولانزا هم همینطور، و احتمالا باید یه فکری هم بشه ببینم آیا مثل بعضی کشورها مثل انگلیس داره
فکر میکنه که آیا BCG رو بخواد تکرار بکنه توی جمعیت من، شاید هم مثلا ایران بخواد مثلا ببینه به تجربه بقیه کشورها نگاه بکنه، از جمله مثلا آفریقای جنوبی هم داره یه فکریتون زمینه میکنه، البته اونا دائما دارن این کار رو انجام میدن و آمار نسبتا خوبی دارن. البته این چیزیه که تقریبا آزموده شده است. این کل اون 8 پروتکل اصلیه که احتمالاً کمک کننده است تو همین شرایطی که ما داریم. صحیح. این بحث واکسن رو باز من میخوام ادامه بدم، برای اینکه این از اون بحثاییه که به نظر میاد که برای همه الان حساس هست، به خصوص که دست کم چیزی که الان ما میشنویم، ما سالها با این قضیه درگیر خواهیم بود. آیه رضوی، چقدر مسئله ساختن واکسن برای ویروس‌های مشابه کرونا تا حالا شدنی بوده که بشه امید بست به این یکی، حالا با توجه به همه اون شرایطی که الان داریم و بسیج عمومی و تمام دانشگاه‌ها که دارن روش کار میکنن؟ ببینید، ویروس کرونا از خانواده ویروس سارز منشعب شده، یکی از جهش‌یافته‌های همون ویروس، از همون خانواده است، از لحاظ آر ان ای شباهت خیلی بالایی داره، به کشندگی سارز نیست خوشبختانه، ولی تجربه مبارزه باهاش خیلی شبیهه. یعنی شما دیگه که مثالی رو دارید که مال چند قرن پیش هم نیست، مال همین دیروز و پریروز رو میتونید نگاه کنید. برای سارز پیشرفته ترین شرکت های داروسازی و واکسن سازی دنیا نهایتا تسلیم شدن و پروژه رو رها کردن، یعنی نتونستن بسازن. مسئله ویروس کرونا پیچیده تره. اگر که ویروس کرونا آمار واقعی تعداد ابتلا رو ما بتونیم به دست بیاریم تو هر کشوری و از اون طرف آمار مرگ و میر رو هم بذاریم کنارش، مشکل اینه که مرگ و میر توش کم شماری کمتره، بیماران توش کم شماری خیلی بالاتره. اگر تعداد واقعی بیمار رو داشته باشیم، مرگ و میر داشته باشیم، نرخ مرگ و میر کرونا بسیار بسیار پایینه. وقتی که نرخ مرگ و میر بسیار پایین باشه، این ساخت واکسن رو خیلی خیلی پیچیده میکنه، به دلیل اینکه شما باید واکسنی داشته باشید که مطمئن باشید از لحاظ سیفتی و اطمینان و عوارض جانبی تقریبا صفر هست. یعنی کوچکترین خطری برای هیچ کدوم از 6-7 میلیارد جمعیت کره زمین نداره، به دلیل اینکه اگر که یه همچین واکسنی خدایی نکرده کودکان رو بعد از 10 سال یا 15 سال مثلا فلج بکنه یا یک عارضه پیش بیاره یا یک گرفتاری تو سیستم ایمنی بدن پیش بیاره، وقتی که بذاریدش کنار بیماری، ترجیح میدید که همچین درمانی رو برای همچین بیماری تجویز نکنید. این پایین بودن نرخ مرگ و میره این بیماری، ساخت واکسن خیلی پرفکت رو که باید عوارض جانبیش در حد صفر باشه رو خیلی خیلی پیچیده کرده. شرکت های دارویی حتی اگر واکسنی داشته باشند که به قول خانم دکتر از لحاظ اثر بخشی 60-70% ایمنی ایجاد میکنه که همون کافی برای ایمنی گله ای، جرأت نمی کنن این رو توی بازار در سطح میلیاردی بفروشن بدون اینکه 100% مطمئن باشن که این واکسن هیچ گونه عوارض جانبی تا چند ده سال دیگه برای کودکان و برای بزرگسالان، برای زنهای باردار نداره. متوجه. با این حساب خیلی وقتمون کم است آقای دکتر. با این حساب امیدی به واکسن برای کوتاه مدت دست کم شما ندارید؟ یعنی کوتاه مدت منظورم همین یکی دو ساله هست. بله، من یه انسانم مثل بقیه چند میلیارد آدم روی کره زمین. من نگاه میکنم میبینم که ریسک این که من این بیماری رو بگیرم و بعد چه اتفاقی برام بیفته اگه از خودم مراقبت کنم، سریع بیام تو خونم و قرنطینه کنم، میگم صبر میکنم، نمیخوام از جزو کسایی باشم که اولین دوزای واکسن رو میگیرم، ببینم واقعا آیا این واکسن سیف هست یا نیست. من بچه هم نیستم، آدم خیلی مهمی نیستم، سلبریتی نیستم و طبیعتاً کسی که تنها بچه‌شو مثلا میخواد ببره واکسن بزنه یا کسی که زندگیش براش خیلی خیلی مهمه و مثلا آدم خیلی شخصیت مهمی باشه، طبیعتاً دوبار فکر میکنه قبل از اینکه خودشو در معرض این واکسن بذاره. اونم واکسنی که ممکنه از جاهایی بیاد که هنوز در دنیا هیچ رپیوتیشن و آبرو اعتباری برای کارهای میلیاردی ندارن، مثل روسیه یا مثلا چین. بله. خیلی متشکرم. به نظر میاد که تصویری که الان داریم دست کم بعد از 8-9 ماه بعد از این داستان هنوز همونقدر پیچیده و در جاهای تاریک هست که از روز اول بود. ولی ممنونم به هر حال از هر دوی شما، خانم دکتر مطلبی و آقای دکتر رضوی.
اما بخش دوم برنامه، یک جنگ دیگر، یک بار دیگر آتشی برافروخته که نه تنها دو کشور ارمنستان و آذربایجان که بسیاری از ارامنه و آذری ها رو در سراسر جهان از نظر احساسی درگیر خودش کرده و پای کشورهای دیگه هم به اون باز شده. ترکیه بدون هیچ رو دربایستی خودش رو به میانه دعوا کشونده، از آذربایجان حمایت میکنه، در حالی که ایران و روسیه که به طور سنتی در کنار ارمنستان میستادند حالا رغبتی به دخالت ندارند و بیشتر به دادن بیانیه برای خیشتنداری بسنده کردند و حالا ارمنستان در میانه این دعوا به نظر میرسه که به دور خودش نگاه میکنه و احساس میکنه که هیچ همراهی نداره. سرزمین مورد مناقشه رو آذربایجان قره‌باغ میخونه و میگه به نقشه نگاه کنید، این دقیقا وسط سرزمین ماست. ارامنه اما اون رو آرتساخ میخونن که نامی تاریخیه و میگن این منطقه همیشه متعلق به ارامنه بوده. نقش نهادهای بین المللی و کشورهای همسایه در این درگیری چیه و چقدر شانس هست برای پایان دادن به اون؟ دو مهمان داریم، سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم از همین شهر با ماست و عباس ولی استاد جامعه شناسی سیاسی از لندن همراه ماست. آقای ولی به طور پیگیر مسائل منطقه رو دنبال میکنن. خیلی خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای دکتر محمودی، قوانین بین المللی چی میگن؟ ما یه تعدادی قطعنامه داریم که در سال 93 صادر شدن، بعد بیانیه مجمع عمومی رو داریم، هر کدوم اینها ناظر به چی هست؟ قطعنامه های سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، اولا در زمانی صادر شدند که این مسئله بلافاصله بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به صورت یک مسئله حاد در آمد، به خاطر اینکه هم ارمنستان هم آذربایجان به صورت دو کشور مستقل در آمدند و بنابراین مهم بود برای هر کدومشون که روشن بشه ادعای حقوقیشون روی این منطقه‌ای که قره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی شناخته میشه در واقع مورد قبول بین‌المللی باشه. و چون دعوا بالا گرفت، در واقع مسئله از دیدگاه شورای امنیت و سازمان ملل متحد تبدیل شد به یک تهدید صلح بین‌المللی، بنابراین طبیعی بود که شورای امنیت اقدام بکنه. 4 قطعنامه صادر شد، ولی به نظر من مهمه این مسئله رو روش تاکید بکنیم که اولا این 4 قطعنامه هیچ کدومشون مطابق فصل 7 در واقع منشور سازمان ملل متحد صادر نشدن، یعنی از دیدگاه اکثر حقوق‌دانان بین‌المللی میشه گفت که بیشتر جنبه توصیه قوی دارن تا لازم الاجرا بودن حقوقی، ضمن اینکه از در واقع رسما همه قطعنامه‌های شورای امنیت لازم الاجرا همه باید اجرا بکنن، ولی به هر حال این تفاوت در عمل گذاشته میشه و بنابراین سوالی که پیش میاد این است که چرا شورای امنیت این دعوا رو، این مجادله رو اینقدر مهم ندید در اون زمان که در واقع قطعنامه ها رو مطابق فصل 7 اساسنامه صادر بکنه و ملزم بکنه دو طرف رو به اجراش و در واقع. من یک چیز دیگر هم ببخشید وسط صحبت ازتون بپرسم، برای اینکه من با یک کارشناس مسائل صحبت میکردم، مسائل ارمنستان، و او معتقد بود که این قطعنامه ها در مورد خود قره‌باغ نیست، بلکه در مورد زمین‌های اطراف هست که آذربایجان میگه ارمنستان اینها رو در واقع اینا متعلق به خاک آذربایجان هست، ربطی هم به قره‌باغ نداره و تصرف شده. اینطور هست؟ بله درسته، ولی با یه شرط. دقیقاً، یعنی خود قطعنامه هیچ راجع به در واقع موقعیت حقوقی قره‌باغ صحبت نمی‌کنه و اینکه این به کدوم کشور متعلقه، بلکه مسئله مهم این بود که ارمنستان به خاطر اینکه موقعیت خودشو مستحکم بکنه شروع کرد به در واقع الحاق سرزمین‌های آذربایجان که در اطراف قره‌باغ بودن و نزدیک ارمنستان، به خاطر اینکه از نظر جغرافیایی در عمل بتونه کمک لازم رو به قره‌باغ بکنه. و خب البته این طبعا مخالف حقوق بین‌الملل بود، یعنی صرف نظر از اینکه دعوا سر قره‌باغ و وضعیت حقوقیش بود و اینکه مالک کدوم کشوره،
اینکه ارمنستان به عنوان یه عضو سازمان ملل متحد نیروهاشو بفرسته و قطعاتی از سرزمین آذربایجان رو تحت اشغال خودش در بیاره خلاف حقوق بین‌الملل بود، ولی هر چهار قطعنامه در 1993 روی این مسئله تاکید دارن که ارمنستان موظفه که سریعاً و به طور کامل این مناطق رو ترک کنه، کاری که تا امروز هم انجام نشده. ولی رو هم رفته، من باید این عرض بکنم، اولا بعد از این چهار قطعنامه دیگه قطعنامه صادر نشد و به نظر میرسه که با وجودی که این یه مسئله مهم و جدی است و واقعا میتونه ابعاد جغرافیایی وسیع‌تری داشته باشه و سیاسی وسیع‌تری داشته باشه، شورای امنیت و سازمان ملل متحد خودشو بیش از این که لازم به نظر من لازم بوده درگیر نکرده. درست. و البته اینو میشه مقایسش کرد با موارد مشابه دیگر. و خیلی جالب هست این اشاره که میکنید، چون به نظر میاد که بسیاری دیگر هم سعی میکنند که با فاصله با این قضیه برخورد بکنن. شما مثلا حتی روی گوگل مپ وقتی میخواید دنبال منطقه بگردید خیلی چیز روشنی نمیبینید که کجا به کجاست، به کجا تعلق داره، همه سعی میکنن به نوعی فاصله بگیرن. آیه ولی به نظر میاد که موقعیت ایران هم موقعیت استثنایی هست. ترک ها آذری های ایران به شدت مسئله براشون حساس هست، در حالی که خب ارامنه ایران هم براشون حساس هست و برای ایران واقعا سخت هست که بخواد یک موضع خیلی روشنی بگیره. اما این دوره اخیر میبینیم که دست کم آقای ولایتی گفته که باید در واقع به نوعی حمایت از ارمنستان، حمایت از آذربایجان دیده شده حرفاش، و همینطور به نظر میاد که بقیه مقام ها سعی میکنن خیلی آسه برن و آسه بیان و صحبت خیلی روشنی نکنن. موقعیت ایران رو چطور میبینید؟ چطور میتونه دخالت بکنه و آیا فکر میکنید اصلا دخالتی میکنه یا نه؟ آیه ولی صداتون نمیرسه، به نظر میاد که تصویر الان میشنوید؟ بله بفرمایید. صدای منو داری؟ بله الان داریم، بفرمایید. الو. بله، به نظر من ایران در یک شرایط دوراهی گیر کرده. از یک طرف مسئله آذربایجان و ناسیونالیسم آذری هست که ایران نسبت بهش بسیار حساسه و نمیخواد این مسئله از کنترل خارج بشه. از طرف دیگه مسئله آذربایجان، یعنی از این بابت همیشه برای اینکه جلوگیری بکنه از گسترش بیش از حد این ناسیونالیسم آذری، تا به حال یعنی موضع ایران به طور مشخص یا غیر مشخص، معلوم یا پنهان، همیشه طرفدار ارمنستان بوده. ولی این اواخر و یعنی با ورود ترکیه به شکل بسیار گسترده در این بحران و این بحران ابعاد اسلامی پیدا کرده، به نظر من ایران مجبور شده تا حد زیادی چرخش پیدا بکنه به طرف آذربایجان. ولی ایران در اینجا یک مسئله اساسی دیگر هم براش هست و اون این هستش که ایران نمیخواد که ترکیه در اونجا اون اقتداری را که الان میخواد در اونجا گسترش بده داشته باشه. از طرفی هم ایران تا حد زیادی سیاستش در راستای سیاست روسیه است که اگرچه مشخصا روسیه به صورت نظامی از ارمنستان دفاع نکرده، ولی از نظر دیپلماتیک تا به حال پشت سر ارمنستان بوده، اگرچه در عین حال به آذربایجان هم اسلحه‌های مدرن بسیار فروخته و با آذربایجان هم رابطه بسیار خوبی داره. این بحران مثل بسیاری از بحران‌هایی که در منطقه وجود داشته، بحرانی هستش که ناشی از سقوط امپراتوری‌ها و گسترش احساسات و سیاست‌های ناسیونالیستی که میتونه به صورت محلی باقی بمونه، به شرط اینکه قدرت‌های بزرگتر درش دخالت نکنن و بهش حالت منطقه‌ای ندن. آیا الان در این مرحله میشه گفت که قدرت‌های بزرگتر دخالت نکنن با وضعیتی که مثلا خودتون اشاره کردید، ترکیه به نظر میاد که کامل و تمام و کمال پشت آذربایجان ایستاده دست کم؟
بله، ترکیه و روسیه دو بازیگر اصلی هستند و میدان اینا گسترده شده، دقیقاً به این علت که آمریکا که قدرت بزرگی در منطقه هستش تا حد زیادی از سیاست‌ها مواضعی که یک ابرقدرت در منطقه میتونه داشته باشه عقب نشینی کرده و این میدان را بسیار گسترده کرده. از طرف دیگه ما میبینیم که کاری که آمریکا کرده در منطقه و همچنین بعد اقدامات این حکومت آمریکا در تضعیف ناتو هم باعث شده که ناتو هم در دقیقاً همون جوری که خودتون گفتید از دور تقریبا این مسئله را نگاه بکنه. من فکر میکنم که رابطه بین آمریکا و میدانی که ببخشید میدانی که روسیه و ترکیه در شرایط فعلی در آن بازی میکنن باز هست و بسیار اگر این بحران ادامه پیدا کنه که احتمال خیلی زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، نتیجه انتخابات آمریکا در موضع‌گیری نهایی روسیه و ترکیه در مورد این بحران بسیار مهم خواهد تأثیر خواهد. آیه محمودی، بحثی که هست موقعیت خود قره‌باغ هست که قره‌باغ یعنی متعلق به ارمنستان است، در واقع ارمنستان داره از قره‌باغ حمایت معنوی میکنه و پاش به این داستان کشیده شده و اینطور درگیر هست. ممکن شما یه مقدار باز کنید برای بینندگان ما که قره‌باغ که گفته شده که منطقه خودمختار، خودش میخواد منطقه خودمختار باشه، چه وضعیتی داره به لحاظ بین المللی؟ وقتی که میگیم یه مثلا منطقه قره‌باغ رو چطور میشه توصیف کرد به لحاظ قوانین بین المللی الان؟ بله، همطور که شما گفتید این منطقه در واقع از نظر تاریخی باید تا اونجایی که مربوط به وضع فعلیش میشه باید از 1918-19 به بعد وضعش رو در نظر گرفت، یعنی از زمانی که در واقع دولت اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومد جز کارهای اولیه‌شون این بودش که به این منطقه خودمختاری بسیار وسیعی دادند، ضمن اینکه در داخل آذربایجان بود و در همون موقع هم تصمیم گرفتند که ادارش رو در واقع به خاطر اینکه تعداد ارمنی‌هایی که در اونجا زندگی می‌کردن زیاد بودن به ارمنستان واگذار کردن. یا علتش این بود یا علت دیگرش هم میتونه این باشه که از نظر به هر حال فرهنگی مذهبی اینا نزدیکتر بود ارمنستان به اتحاد جماهیری شوروی و در واقع فرهنگ غالب در اونجا. در نتیجه این مسئله از همون موقع بود و الان هم ارمنستان و هم آذربایجان استدلالهای حقوقی که میارن برای که بگن چرا قره‌باغ متعلق به ماست به نظر من خیلی جالبه، به خاطر اینکه ارمنستان اصرارش این است که در اون زمانی که آذربایجان به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد 1920 حدود 1920 از اون زمان قره‌باغ هیچگاه جزو آذربایجان نبوده بلکه یک جمهوری خودمختاری بوده در سیستم اتحاد جماهیر شوروی و بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی هم باز در 1990 بر اساس یک قانونی که اتحاد جماهیر شوروی در آوریل 1990 صادر کرد که مربوط بود به وضعیت تمام جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی و این اختیار رو در اون قانون بهشون داد که هر جوری میخوان انتخاب بکنن که آیا میخوان در کشوری که بعداً جانشین اتحاد جماهیر شوروی میشه یعنی روسیه باقی بمونن، میخوان مستقل بشن یا هر ترتیب دیگه‌ای که میخوان داشته باشن. در اون زمان در واقع قره‌باغ همون موقع اعلام کرد که میخواد خودمختار باشه، بنابراین استدلال حقوقی ارمنستان این است که قره‌باغ هیچگاه جزو یا تحت حاکمیت آذربایجان نبوده. آذربایجان البته استدلال حقوقیش این است که از نظر جغرافیایی اولا این در داخل آذربایجان همیشه بوده و بعدم این که قبل از 1918 همینطور اکثریت یعنی در اونجا مثل وضع فلسطین هم ارمنی بوده هم ترک بوده، ولی به مرور ارمنستان اینا رو ترک ها رو مجبور کرد از اونجا خارج بشن و بعد
این اصل حقوقی بین‌المللی که مرزهای داخلی کشورها وقتی جدا میشن از کشور مادر تبدیل میشه به مرزهای بین‌المللی و به همین دلیل هم آذربایجان مرزهای داخلیش بعد از 1990 تبدیل شد به مرزهای بین‌المللی و قره‌باغ در داخل این مرزهاست. به همین دلیل و به خاطر مسائل جغرافیایی این جزء آذربایجانه. به هر صورت مسئله مهم اینه که تمام اون کسانی که تا حالا سعی کردن به نحوی به حل مشکل کمک کنن، از جمله پارلمان شورای اروپا، از جمله یک گروهی به نام گروه مینسک که شامل روسیه، فرانسه و امریکاست و از 1996 مشغول این کار بودن، اینا همشون یه مقدار دو سه چهار عصر رو پیشنهاد کردن برای حل این قضیه، از جمله احترام مرزهای هر دو کشور، یعنی اشغال رو نمیپذیرن، اشغال به ارمنستان رو، و بعد اینکه تمامیت ارضی باید مورد قبول باشه، و از همه مهمتر این است که اون کسایی رو که مجبور شدن ترک بکنن قره‌باغ رو، یعنی ترکایی که مجبور شدن، اینو باید حق بازگشت داشته باشن، یعنی همون حقی که در مورد فلسطین هم گفته میشه. ولی به هر صورت این مسئله است که باید از طریق مذاکره بین دو طرف، یعنی وضعیت حقوقی منطقه باید از طریق مذاکره دو طرف حل بشه. متوجهم. آره، ولی بحثی که در مورد ترکیه داریم هم خیلی جالبه، برای اینکه می‌بینیم که فرانسه هم خیلی منتقد رفتار ترکیه هست، هم در این مورد هم در واقع مناقشه دیگری که با ترکیه داره در دریای مدیترانه. بحث این هستش که واقعا چقدر اتفاقات دهه های اخیر بعد از سوریه، بعد از اتفاقاتی که در منطقه افتاده، به آقای اردوغان این فراغ بال رو داده که بتونه توی اون منطقه هر کار دلش میخواد و لازم میبینه انجام بده. آیا رابطش با روسیه و ایران این اجازه رو بهش میده که بتونه از آذربایجان در این حد دفاع بکنه و در این حد وارد بشه؟ به نظر من آقای اردوغان که به دنبال این سیاست طلبی هست، حکومت آقای اردوغان یک حکومتی هست که مبتنی بر ائتلاف بین حزب خودش، حزب عدالت و توسعه، و حزب حرکت ملی که حزب ناسیونالیست افراطی ترک هست بنا شده، برای مبتنی هستش. آقای اردوغان دنبال سیاست‌های می‌گرده که بتونه این به اصطلاح دوگانه اسلامی و ناسیونالیستی را در ترکیب خودش نه تنها نگه بداره، بلکه اینا توسعه بده. شما نگاه بکنید به مسئله لیبی، به مسئله فلسطین که در دخالت میکنه. متاسفانه کیفیت صدای آقای ولی خوب نیست و ما خیلی خوب نمیشنویم. نیروها اردوغان دولت وضعی که در این در ترکیه هست، بحران بسیار عمیق اقتصادی و عدم چارپذیری این بحران بدون کمک خارجی، که آقای اردوغان به هر ترتیبی میخواد این کمک انجام نگیره، یعنی به دست صندوق بین المللی پول و اینا دست دراز نکنه، مرتب داره این بحران را به نظر من از طرف به کار گرفتن نیروهای نیابتی و همچنین کمک مالی که از قطر و بعضی جاهای دیگه براش میاد، این بحران را همینچنان ادامه میده. در درجه اول برای اردوغان این نفع را داره که مبانی حکومتش را در غیاب یک سیاست اقتصادی و اجتماعی فعال برای رفع بحران، این مبانی حکومتش را تقویت میکنه و این ترکیب ناسیونالیسم و اسلامگرایی اخوان و استفاده از نیروهای نیابتی اسلامی و پول بعضی از کشورهای خلیج، این مسئله رو همینجوری ادامه میده. به نظر من در کل این میدانی هم که باز شده، همچنان که گفتم آقای اردوغان دقیقا میدونه که ایران دچار بحران بسیار عمیقی هست و نمیتونه
از نظر مالی و از نظر نظامی دخالت حتی کوتاه مدت بکنه، و از طرف دیگه هم میدونه که تا وقتی که آقای ترامپ در کاخ سفید هستن، ایشون هیچ جور هیچ نوع سیاستی پیش نخواهند گرفت که بخواد تعادل قوایی که الان هست و در حقیقت تعادل قوایی که به علت عقب نشینی مستقیم آمریکا از منطقه به وجود اومده متوجه. نمیخواد اینا از به هم بزنه. شما اشاره کردید به کشورهای حاشیه خلیج فارس. من میخواستم خیلی کوتاه اگه در مورد نقش اینها بیشتر برای ما بگید. به هر حال آذربایجان به عنوان یک کشور مسلمان ارتباطات گسترده‌ای هم با این کشورها داره. آیا اینها میتونن نقش ایفا بکنن در رابطه با در واقع اینکه از بخوان مثلا آمریکا وارد این داستان بشه، چون اینها رابطه بسیار نزدیکی هم با آمریکا دارن. همینطور در مورد نقش اسرائیل هم بگید اگه کوتاه، ممنون میشم. به نظرم در سیاست منطقه‌ای عربستان سعودی و کشورهای خلیج نشون دادن که در درجه اول دنبال منافع استراتژیک و نظام سیاسی خودشون هستن و چندان پایبند پشتیبانی از اصول مذهبی نیستن و این مسئله رو دقیقا نشون دادن. و مثلا می‌بینیم که امارات در منطقه شرق مدیترانه مخالف ترکیه است، در سوریه مخالف ترکیه است، در لبنان مخالف ترکیه، ببخشید در لیبی مخالف ترکیه است و جلوی اون واستاده و داره پول خرج میکنه که از سیاست‌های توسعه طلبانه ترکیه جلوگیری کنه. و عربستان سعودی هم در تمام این مناطقی که گفتم دقیقاً با خود ترکیه اختلاف و تضاد منافع داره. در اینجا فقط قطر هستش و قطر هم به نظر من به علت سیاست غلط عربستان سعودی و همچنین سیاست به اصطلاح دوگانه‌ای که آمریکا در قبال محاصره قطر از طرف عربستان سعودی پیش گرفت، از قطر دو یعنی آپشن بیشتر نداشت. یا میباید به طرف ایران بره که به علت ترس از آمریکا این کار را نکرد و همچنین مسائل اسلامگرایی و غیره. دومیش ترکیه بود که این افتاد به آغوش ترکیه. پس بنابراین به نظر میاد که ترکیه به لحاظ مالی هم به هر حال میتونه اون کمک های لازم رو دست کم داشته باشه. ولی آقای محمودی بحث دیگه اگه خیلی کوتاه بگین، شما اشاره کردید به اینکه باید از طریق مذاکره حل بشه. چه چشم‌اندازی می‌بینید برای مذاکره با توجه به اینکه به نظر میرسه در این دنیای کرونا زده با مشکلات ریز و درشت زیاد توجه‌ها چندان به این قضیه جدی نبوده، دست کم اون واکنش‌هایی که معمولاً می‌شد خیلی سریع دید رو ندیدیم. همینطوره، ولی نباید کاملاً هم ناامید بود. در مورد این مناقشه به خصوص درست مثل مسئله فلسطین و اسرائیل چند دوره ما داشتیم از سال 1990 تا حالا که دو طرف به هم خیلی نزدیک شده بودن و امکان مذاکره توأمه با توفیق زیاد بود. از جمله در 1997 رئیس جمهور ارمنستان یه شخصی به نام پتروسیان بود که آدم میانه روی بود، درست مثل آقای برک در سال 2000 که داشت با یاسر عرفات کنار می اومد و در حال متاسفانه عملی نشد. ایشون هم خیلی نزدیک شده بود به در واقع توافق با طرف آذربایجانی، با رئیس جمهور آذربایجان، ولی متاسفانه درست به همون صورت، به همون دلیلی که در فلسطین اسرائیل عملی نشد، در اینجا هم مخالفین داخلی پتروسیان در ارمنستان باعث شدن که مجبور بشه استعفا بده و بعد از اون هم مذاکراتی که شده رئیس جمهورهای دیگه‌ای که بودن هیچ کدومشون در واقع این ریسک رو نکردن که مسئله رو حل کنن. من بعید نمی‌بینم که در آینده، حالا ممکنه آینده نزدیک نباشه، ولی به هر صورت چون در سیاست بستگی زیاد داره به اینکه چه کسانی دو طرف میز میشینن با هم مذاکره میکنن، ممکن است شرایطی پیش بیاد که هر دو طرف به این نتیجه برسن که به هر حال اینو باید از طریق مذاکره یه جور حلش کرد و راه حل ها هم کم نیستن و پیشنهادات هم به نظر من تا حالا پیشنهادات سازنده زیاد بودن، بنابراین عملی است و امکانش هست. متشکرم از هر دوی شما آقایون، آقای محمودی و آقای ولی، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با
این صفحه دوی آخر هفته همراه ما بودید. برنامه جمعه ما که ویژه انتخابات آمریکاست رو از دست ندید، فردا ساعت 9 شب تهران و ساعت 6:30 لندن. شب و روزتون خوش.